در تلاش هستم که بتونم فیلمم رو تدوین بکنم، چون فکر میکنم صحنه های خیلی خیلی ناب و درخشانی من گرفتم، به خصوص در پنجشیر. ناب بودن صرفا به معنی اینکه جذاب باشه نیست، صحنه هایی هست که خیلی غم انگیزه و شاید اون موقعی که من اونجا بودم کسی نبود و اون لحظه لحظات خوبیه. به آرامگاه احمد شاه مسعود رفتم که تا اونجایی که میدونم بعد از من هیچ خبرنگاری و اجازه ندادن بره. و یه نکته شما آقای جعفریان توی فرمایشتون داشتین که اینا مسلمانن و باور کنید خیلی از چیزها رو نمیدونن. من واقعا اونجا این رو به عینه دیدم. توی آرامگاه آقای احمد شاه مسعود، زنده یاد احمد شاه مسعود، خب سنگ شکسته بود. من همونجا یک آقای اکبری داشتن از من تصویر می‌گرفتن. توی تصویر گفتم که اینجا سنگ شکسته. خب اینا ما واقعا تو دهان شیر رفتیم. مثلا کتابو بخونید قسمت پنجی، واقعا من هنوز بهش فکر می‌کنم ترسناکه. و فقط گفتم خدایا توکل به تو و رفتیم تو، به خاطر اینکه از قبل مجوزی که من گرفته بودم به من گفته بودن شما هر ولایتی که برید جداگانه باید مجوز داشته باشید. من برای پنجی اصلا مجوزی نداشتم، با مجوز کابل رفتم. گفتم خدایا تو کمک بکن. دروازه که رسیدیم گفتن که مجوز بدید. بعد من اینجور مجوز دادم، گفتم خدای خدای هیچی نگه. بعد نگاه کردم گفتن دروازه رو باز کنید. ما مثل این فیلم ها وارد شدیم. ولی وقتی وارد شدیم آقای جعفری با انبوهی از تانک، با انبوهی از ماشین های زرهی و جنگی، یعنی نیست پنجشیر محل مقاومت بود، بیشترین تعداد طالب و خشنترین طالب ها رو من واقعا اونجا دیدم. من بودم، آقای موسی اکبری بود، نورالدین سعیدی بود و آقای نازنینی که رانندگی رو به عهده داشتن، آقای یادم مرزی اگه اشتباه نکنم، خیلی خیلی مرد شریف و نازنینی بودن. و ما اونجا که رفتیم دیدید اصلا شما در بین طالبان، یعنی انگار تونلیه که انبوه طالبان، ما لابلا اینا رو می‌بینیم و با چهره‌های خشن به ما نگاه می‌کردن. خب منم حجاب چندانی ندارم، هی سعی می‌کردم اینطوری بکنم خدایا. بعد اونجا وقتی من گفتم که توی دوربین که این سنگ شکسته، با عصبانیت گفت قطع کن اینجا سنگی نشکسته. من گفتم بله طبق فرمایش آقای طالبان نه سنگی نشکسته. آقای احمد شاه مسعود حتما که جناب علی به خاطر داری این آیه معروف قرآن بلا تصبن الذین نوشته شده. من یه بازی شروع کردم و نمیدونستم نتیجهش چی میشه، ولی گفتم اوکی ببینیم چه خواهد شد. من شروع کردم خوندن، بلند بودم، گفتم اینا همه دور ما ایستاده بودن و واقعا با اسلحه و با اخ که ما میخواییم چی کار بودم. من گفتم بعد گفتم ببخشید من نمیتونم این آیه رو بخونم، میشه اینو برای من بخونید؟ بعد اینا به هم نگاه کردن و اینا گفتن که نمیدونیم. هی اومدن جون نگاه کردن، باور نمیکنم هست، فیلمش هست. نتونستن بخونن و رفتن بزرگشون آوردن. یه آقایی بود که اتفاقا قد کوتاهی داشت، لباس روشن پوشیده بود، یه نگاهی به من اینطوری کرد، شروع کرد به خوندن، گفت ولو تصبن الذین خوند و به زبان پشتو گفت به اینا بگین حالا برگردونیم به فارسی معنیشو بگین. من داشتم همینطور تصویر میگفتم و باور نمیکنم تمام بدنم میلرزید. بعد اینطوری کرد، یه دفعه با اخ برگشت گفتش که اینو برای احمد شاه مسعود نگفته ها، این یه آیه قرآنه. متوجه چه اتفاقی افتاد؟ بله شما اونجا سه چیزی رو به دنیا یه چیزی رو به دنیا نشون دادین شما که خود طالبان دارن 9 ماه تلاش میکنن که اونو پنهان بکنن. خیلی اون فیلم ارزشمندی. امیدوارم که بتونم امکان پذیر بشه که این فیلم تدوین بشه. یه صحنه ای داره که به نظرم هنوز زیباست، موقعی که ما میخواستیم آمدیم بیرون. خیلی شیرین صحبت میکنید، صحبتتون هم دقیق بود. در مورد اون صحنه ای که فرمودید، اون آدم ها تربیت شدند که خودشون رو برای اون آیه منفجر بکنن، اما حتی خواندنش رو بلد نیستن. برای این دارم عرض میکنم که اون فیلم بسیار فیلم مهمه و 90% طالبا بیشترشون همین هم. اون که خلیفهشون بود معروف ترین آیه قرآن رو نمیتونست تلفظ بکنه، 2 بار 3 بار آخرشون رد شد ازش، غلط خوند. و تجربه 1 بار 2 بار هم نیست، چند بار این اتفاق افتاده. زمین پر از پوکه های فشنگ بود، معلوم بود اونجا جنگ صورت گرفته، به طوری که زمین سیاه، بخشایی از زمین سیاه شده بود از شدت، معلوم بود آتشباری که چیز شده، سوختگی زمین پیدا بود. من هم تو داشتم فیلم میگرفتم، بعد برگشت با فیلم نگیر، از سیاهی فیلم نگیر، از خرابی فیلم نگیر، با عصبونت. من گفتم این چی میگم؟ یعنی واقعا تو اون مقطع آقای جعفریان تو دهان شیر رفتن. خیلی آره، خیلی خدا به من به نظرم لطف و رحم کرد، ولی پشیمون نیستم از رفتنم، اصلا پشیمون نیستم.